بعضی هم هستن وقتی آمار رفیقشون رو ازشون میگیرن رو استریم با بد و بیراه جواب میدن. ببین من قهوه تلخو با به به چه چه میخورم ولی بادوم تلخو توف میکنم بیرون چون از بادوم انتظار تلخی ندارم. دادیاش یه قدم برو عقب و هیچی نگو، اگه برگشت صداد کرد بهش بگو رفیق. بیشتر از این نمیتونم به سوالاتون جواب بدم، تگش هم نمیکنم، خودتون میدونین کیه. شبتون بخیر. ما بادوم تلخ هم بخوریم هر چقدر هم تلخ باشه توفش نمی کنیم بیرون. میدونی چرا؟ چون توقع همه آدم ها داشتم و دارم و خواهم داشت که تلخ باشم. درست نه خود؟ اونا هم که اینطوری شد، دیدی جنبه نداری چهار نفر به دایرکت بدن و این داستان ها تحملش برات سخته. حالا که اینطور شد مخاطبای عزیز، من فردا شب یه ویدیو میذارم تو یوتیوبم کامل ماجرا رو براتون تعریف میکنم، برید اونجا حقیقتا رو بشنوید. تو یوتیوب میذارم. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال دل خودتون و باباتون با هم دیگه خوب باشه، کمکاتون کوک باشه و گونگلاتون بزرگ باشه و زیبا جادر مطمئن باشه. از اونجایی که چند شب چت استریم منو به گند کشیدید واقعا و این موضوع خیلی داره ناراحتم میکنه، گفتم چه بهتره که براتون شفاف سازی بکنم. دایرکت اینستاگرام، استوریایی که تگ میکنید، تماسایی که از طرف دوستان گرفته میشه، دیسکورد، توییچ، کامنت های یوتیوب، مثلا من همه ویدیوهای خفن میدم همه بیخیال کانتنت های اون ویدیو شدید. هی میگید ایمان کجاست، ایمان کجاست، ایمان. من چه بدونم ایمان کدوم گوریه؟ آخه دیگه چه ربطی به من داره ایمان کجاست؟ آقا یه رفاقتی بود تموم شد و رفت، من دیگه با این بشر هیچ رفاقتی ندارم. چرا؟ چون تا تونست از من سوء استفاده کرد، تا تونست از رفاقتمون سوء استفاده کرد، تا تونست از محبوبیت من سوء استفاده کرد. من نمیگم آدم معروفیم ولی واقعا بین یه سری تو خیلی محبوبم و بابت این قضیه آقای ایمان هادی سوء استفاده کرد، اومد فالووراشو گرفت، سابسکرایبرشو گرفت، شناخته شد، استریمشو گذاشت، فالووراشو گرفت. بیگزمو خرکیه، بیگزمو چیکار است؟ چی شد؟ من یه دیدم اصلا رفاقتش با من کم رنگ شده، همش چسبیده با آقای نیما احمدزاده، با اون خونه خریده. داشتم میگفتم با این دوستش نیما احمدزاده اصلا جور شدن، جوف شدن، همش سر پروژه خفن با هم دیگه میرن، مسافرت، عشق و حال، دختربازیاشون، همه چیشون با هم. بیگزمو کیه؟ بیگزمو سوال داره زر میزنه، علی برای فلان روز من فلان چیزو بخوام بهم میدی؟ آره داداش چرا ندم. مثلا زن علی میگه بودم بیا بریم این ویدیو رو واسه من بگیریم، بیا بریم بگیریم. مگه من مسخره تو بودم ایمان حالی؟ کلا شده بودم سوء استفاده این آقا، حال نمیکرد با من. من همین قضیه دیدم با بچه بعد خودم آویزون کردم به درک هم کلاسی بودیم، به درک از بچگی با هم رفیقیم، به درک بچه محلیم، به درک خانوادهمون با هم یکی بودن، با هم یکی بودن که حرف قشنگی نیست، خانوادهمون با هم آشنا بودن، به درک آقا شب و روز با هم بودیم، به جهنم که رفیق بچگی های هم دیگه بودیم. دیگه من چقدر باید تحمل میکردم؟ دیگه خودتون باید بفهمید مخاطبای عزیز که آقا این ایمان هادی کجاست و چی شده. لابد یه اتفاقی افتاده دیگه. بعد همه تو فکر میکنید مقصر کار منم. نه آقا، من مقصر هیچی نبودم، رفاقت کم رنگ شد. بعد حالا دلیلش چیز دیگه ای که شما میگید چرا همدیگه رو آنفالو نمیکنید؟ مگه ما بچه ایم؟ مگه اینجا مثلا دختر 5 ساله ایم مگه همدیگه رو آنفالو بکنیم؟ لوس بازی چی همدیگه رو آنفالو بکنیم؟ حال نکردیم آقا با همدیگه، ولی خب فالو داریم، کارهای همدیگه رو میبینیم، ایمان هم داره کارهای منو میبینه، منم کارهای ایمان رو میبینم، ایمان مثلا داره تو کارش پیشرفت میکنه. آفرین، اشکال نره، از من به عنوان نردبون استفاده کرد، ولی نوش جونش به ایمان میرسه، هیچ ایرادی هم نره، از ایمانم به من رسیده بود ولی نواخر هیچ نرسید، همش به ایمان رسید. زن نفس کم آوردم، اجازه به من بدید. روزی که دیگه من و ایمان با هم دیگه کاری نداشتیم، کلا با یه دیالوگ، با دیالوگم نه، با یه 10 دقیقه 20 دقیقه پی ام بازی و این داستانا بود. آقا من 60 روزی که نبودم و یادتون میاد نبودم، کلا مشکل من حل شد و اینا، همش درگیر زندگی خودم بودم. ایمان تازه داشت یه اتاقی درست میکرد، دو شب به من گفت بیا پیشم، من نتونستم برم پیشش. شروع کرد شب سوم پی ام دادن، هرچی از دهنش درمد به من گفت، گفت اصلا رفاقت بار سنگینیه من بخوام رو تو بذارم و نمیدونم این داستانا اصلا به تو نمیاد و رفاقت حالت نیست و توف توی رفاقت، من شاشیدم توی رفاقت، تو دیگه اون ور جوب باش، من این ور جوب باشم و این داستانا. نه آقا، این داره هرچی دلش میخواد میگه، هرجور دوست داره داره رفتار میکنه. من گفتم ایمان جان تو رو به سلامت، منم به سلامت، تو برو پی زندگی خود، من میرم پی زندگی خود، دیگه اصلا باید حال نمی کنم، چری بی مصرف به درد نخور، تموم شد اینجا رفاقت من و ایمان هادی. شیت، تموم شد، تموم شد. خیلی تاثیر گذاره، دیدی برام دیدی چیز رنگی آورده، چیز رنگی دوست داری؟ الان چرا خاموشش کنی؟ ما یه برنامه داشتیم شما رو اس کنیم، میخواستیم فیلم اشتباه رو براتون در بیاریم که کلاً اشتباه ملغا پلغا شد، اصلا نتونستیم اون چیزی که میخوایم رو در بیاریم، گفتیم چرا کار خودمون ضعیف کنیم، همه چی سر جاشه، تموم کنیم این خوز اولاتی که میگیرم. دیدید چه تا پرتا چیه ده؟ کجا میاری این حرفا رو؟ خدای علی نفس افتاد چهار تا اینا که شما گفتین تکرار کرد. نگی کجاتون در میارید اینا رو؟ نگی ما سر فیلم اشتباه گفتیم یه مدت کات کنیم که فیلممون قوقا کنه، اون نفری که به من تکیه داد در پشت میفته ایمانه، بذار دقت کنید، دقتتون ببین از کجا میارید، کجا در میارید.
بدید اینا رو. پشمای آدم میسوزه. اصلا الان واقعا جا داره مثلا برای یه کامنتا رو بخون. کامنتا رو بود دارم میخونم. پشمش موسوزه. دونیت میکنه. ایمان هادی کجاست؟ اسکار تو درت بالا رفته. چی شده؟ چرا اینجوری شد؟ این فلان اون بهمان یه دونه به نل میزنه. خیلی میگه خیلی بد سر یه دختر رفاقت از بین بره. وات؟ ما سر یه میلف ناب پولدار رفاقتمون رو به هم نزدیم. نه دیگه گو نخواه. دیگه گو نخواه. اون بحثش درست میگه. بله. حتی سر اون با رفاقتمون رو سرش نگه داشتیم. یعنی جلو اونم نشون دادیم کات کردیم. آقا همه چی سر جا. ما سر یه فیلم میخواستیم شما رو یه ذره مثلا چیزتون کنیم. چرا مثلا ایمان نیست در همین حد دوست داشتیم پیش برید. شما دیگه رفتید تو لباس زیر ایمان دیگه. رفتید تو لباس زیر من دیگه. انقدر پیگیری کردید این کجا سیم چی شده. نگو اینا رو زشت انسانیم. صبور باشید آقا رو میشه همه چی. میخوایم یه فیلم بسازیم شما اجازه نمیدید کنسلش کردیم. یه کاری کردیم رد شدین هر فیلم رفتیم. دیگه ایمان داره تو دایرکت فوش میخوره. من دارم دایرکت فوش میکنم. دوستامون دارن فوش میخورن. اینو برات سفید کنم. میخوایم بریم یه جای باحال. حالا که اینقدر کار زشت کردی اینم سفید کردی اینجا رو ببین. آخ چون بیا شب شده پارسه داره بگیزه اومده داری باری تو بجری الو نمون تو خوبه خوبه بیا خوبه بلا بیا اینجا کجاست؟ اینجا بچه خیلی خوش اومدید به نمایشگاه گاز شو چیز چی کلا اینجا جای کنتی کنتور گاز گاز فندک داری؟ خیلی خوش میگذرم بمیریم هم الان میام یه اینکه حتما اینا با همی کاری داشتن که این ترکیدن مردن کانتر فرد اینجا اینجا بی خروجی خیلی هم قشنگی که بریم برای خداحافظی بریم دم در برای خداحافظی ترسیدی؟ ترسیدی؟ همین کار رو میکنم باش کارت میکنم ببین لایک کامنت سابسکرایب با تو ولی به زبان اینو هم میگم ولی افراد روزی کنار بچه هم فهمیدن امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه ها لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و اما زنگوله و اما زنگوله این میشه زنگوله میلاد احمدی همش چسبیده با آقای نیمای احمدزاده با اون خونه خریده دوتایی تو خونه اشغال به راه مسافرت ایدیتوری تی خندم و کارت کن نخندم خوب دیالوگ مانا هادی نو آورد به بازار آقای نیمای احمدزاده خب بچه کمرش درد میکرد آه تو یه گاوی نکنه که تو رو جون مادر تکونم بده با نمیخواد قطع کنی تو